آتش مغان در گفتگو با اهل اندیشه و هنر رادیو مانی درود به شما گرامیان همراهان همیشگی رادیو تلویزیون مانی و همچنین درود دارم خدمت دوست گرامیم جناب آقای مانی دارکلی هستم با شما با درس گفتارهای فلسفی اخلاق و به گزاره ها می پردازم گزاره ای که امروز در نظر گرفتم گزاره مهم مفهوم مهم مسئولیت است مسئولیت ارز می کنم مسئولیت چیست و به چند دسته تقسیم می شود و به یکی از دسته هایی که امروز برای ما مهمتر هست میپردازم بنابراین عنوان فرعی دارد این برنامه این است که سلبریتی های بیشعور سلبریتی های بیشعور سرشناسان کسانی که در جامعه به واسطه پیگیری و مهر مردم اجتماع نامی دارند نامی برای خود دست و پا کردند معروفیتی پیدا کرده اند این سرشناسان رو به عبارت امروزی که رواج پیدا کرده میگویند سلبریتی باز میگردم به مفهوم مسئولیت گرامیان مسئولیت وظیفه دانی است وظیفه است پایبندی به فرمان و مسئولیتی است که به دوشت باشد این مسئولیت که مفهوم بسیار مهمی هم هست در واقع تعهدی است به گونه تعهدی است و وجدان کنشی است مسئولیت مسئولیت داری مسئولیت دانی و مسئولیت پذیری هم بزرگمنشی انسان را نشان می دهد و هم در واقع راستیت و راستین بودن رفتار و کنش پندار و کنش انسان مورد نظر بنابراین مسئولیت وظیفه است در واقع وظیفه دانی است پایبندی به اصولی هست که در هر حوزه ای تعریف شده اما مسئولیت که وظیفه است گرامیان آزادی رو از انسان نمیگیرد چرا که اجبار نیست تحت جبر کسی مسئولیت پذیر نمیشود به آن میگویند کسی که گوش به فرمان است و سر مسئولیت پذیر کسی است که انتخاب می کند با انتخاب خود بر خود تکلیف می کند که چنان موارد و کدام موارد را در رفتار و کردار خود به ظهور برساند بنابراین مسئولیت ارزش است مسئولیت پذیری ارزش است مسئولیت به دو دسته عمده تقسیم می شود که هر کدام می تواند شاخه های بسیاری از خود داشته باشد مسئولیت های فردی مسئولیت اجتماعی مسئولیت های فردی برمیگردد به فردیت خود در جایی که کسی شما را بازخواست یا نظاره نمی کند خودتان تنها هستید مسئولیت پذیر هستید کسی هم نمی بیند اما زباله در خیابان نمی اندازید. کسی نمیداند و کسی انتظارش را ندارد اما به عنوان یک انسان به دیگران کمک می کنید مسئولیت فردی مسئولیتی است که ارتباط مستقیم به انسان بودن دارد این مسئولیت گاهن از جایی هم به آدم تحمیل یا تعریف نشده است فقط اساساً انسان انسان بودن خود را منشأ تعریف و درک و تصمیم قرار می دهد بر این مبنا مسئولیت های فردی ارتباط نزدیکتر و مستقیم تری به تعریف اجتماعی بودن و هوشمند بودن و مهر انسانی دارد مسئولیت های اجتماعی مسئولیت هایی است که انسان در قبال اجتماع حالا این اجتماع می تواند خانواده باشد و بزرگتر بشود جامعه این مسئولیت ها را در قبال دیگران دارد اگر پدر خانواده است مسئول است بچه های کوچک نیازمند و آسیب پذیر خود را حمایت همه جانبه کند در این صورت پدری مسئولیت پذیر است اگر مادر است و بچه ای را تولید کرده وارد این دنیا کرده مسئول است این نوزاد را تا زمانی که میتواند خودش تصمیم بگیرد بزرگ شود مادری کند این مسئولیت یعنی مسئولیت های اجتماعی گاهن وظیفه های اجتماعی هستند که اگر انسان پذیرای آنها نشود دچار مشکلات بزرگی در جامعه می شویم و سبب معضل های بزرگی می شود بنابراین در تعریف خزاره های فلسفه اخلاقی کسانی که مسئولیت اجتماعی رو به دوش نمی کشند، به دوش نمیگیرند نمیپذیرند و به عمل نمی این افراد در جامعه انسانهای بی و نامسئول نانیک و ناپسندی معرفی می شوند مسئولیت های فردی برمیگردد به نگاه انسان به دنیا و تع... تعریف انسان از دنیا و خود بنابراین این مسئولیت ها ارتباط مستقیمی دارند با درک و شعور انسان نسبت به دنیا و خودش اما وقتی که کنشی از انسان سر بزند و کسی دیگر فردی دیگر را تحت تاثیر قرار بدهد مسئولیتی اگر آن بین باشد مسئولیتی است اجتماعی یعنی دسته دوم مسئولیت ها باری جلوتر می روم ارز کنم هر گونه حرفی هر گونه هنری هر گونه دانشی مسئولیت خودش را دارد برای نمونه یک پزشک مسئولیت فردیش این است که از شعور و درک انسانی و توانایی های مغز خودش به خوبی استفاده کند تا هرچه بیشتر رشد علمی کند نسبت به خودش مسئول است اما مسئولیت اجتماعی یک پزشک این است که علمش را برای دیگران به درستی و با صداقت به کار بندد. انسان دوستانه مسئولانه بنابراین مسئولیت اجتماعی در هر حرفه و دانشی تعریف دارد جایگاه دارد و باید به آن نگاه کرد. اگر بخواهم، پیشتر آیم و به عنوان فرعی برنامه بپردازم یعنی سلبریتی های بیشعور لازم است که شعور را باری دیگر تعریف کنم چرا که پیشتر تعریف شعور رو دادم و به آن پرداختم گرامیان شعور قدرت سنجش انسان در موقعیت‌های زمانی و مکانی گوناگون است قدرت تمیز دادن این از آن است شعور انسان قدرت تفکیک این از آن است قدرت تعیین و تعریف خوب و بد در موقعیت‌های زمانی و مکانی گوناگون است بنابر این شعور سنجش انسان است یک انسان با شعور در موقعیت های گوناگون می خیلی سریع سنجش خردمندانه و عاقلانه ای بکند انسانی که مشکل شعور داشته باشد ممکن است عاقل هم باشد یعنی در اندیشه و تصمیمات خودش معمولا اشتباه بزرگ هم مرتکب نمی شود اما این انسان اگر شعورش پایین باشد همیشه بد موقع کاری را انجام می دهد اگر می خواهد کار نیکی بکند دیر می جنبد کلاهش پس معرکه است عقب است سخن را سر جای خود نمی گوید و بعد فکر میکند تازه میفهمد چه اشتباهی کرده است از بیشعوری الان میگوییم بیشعوری اما کسی بیشعور نیست ضعف شعور بگوییم بهتر است اما چنان که تعریف اجتماعی پیدا کرده میگویند بیشعور به معنای کسی نیست که شعور نداشته باشد یعنی عموماً مانند ها رفتار می کند مانند یک کسی که بیشعور ندارد رفتار می کند و شعورش در بسیاری زمانها و مکانها فعال نیست گرامیان این از تعریف شعور حال سرشناس کیست همان سلبریتی که میگویند سرشناس کیست سرشناسان افرادی هستند چه در علم چه در هنر چه در اقتصاد چه در سیاست افرادی که به واسطه یه توجه مردم نامی پیدا کردند این افراد هرچه دارن از تک تک افراد جامعه است یعنی مردم یعنی اساسا سرشناسی معنا پیدا نمی کند اگر مردمی نباشد سرشناسی را مردم به وجود میآورند برای یک اشخاصی گاه پیش می آید به خاطر زیبایی چهره گاه پیش می آید به خاطر موقعیتی که در آن قرار گرفته سیاستی که می ورزد هنری که دارد و هر گونه کنشی که دارد گاهن افرادی سرشناس می شوند. چه کسانی سرشناسشان می کنند؟ مردم. تک تک افراد مردم، افرادی که دنبال کننده ی آن اشخاص هستند در سرشناسی آنها نقش اساسی و کلیدی دارند. حال شما نگاه کنید به آسیب شناسی خودمون از این موضوع امروز برگردیم گرامیان جامعه ما سرشناس کم ندارد اما شوربختانه بیشعورترین سرشناس های دنیا را داریم ایران ایرانیان ما ایرانیان بیشعورترین سرشناس های دنیا را ما داریم اگر میگویم ترین به این به این معناست که موقعیت سیاسی فرهنگی خاصی داریم و شوربختانه از تاریخ هم میدانیم که چنین بوده که بسیاری از بزرگان ما بیشعور بودند بسیاری از سرشناسان ما بیشعور بودند و همین امروز همینطور است گرامیان مردمی بودند مردمی بودن مسئولیتی است هم فردی هم اجتماعی وقتی یک هنرمند از او انتظار می رود که مسئولیت اجتماعی داشته باشد به مردم نگاه دوستانه داشته باشد این فرد هم مسئولیت فردیش مهره به مردم است هم اجتماعی چرا که مسئولیت فردیش برمیگردد به ماهیت هنر و رسالت هنر که رسالت هنر بر گفتن ناگفتنی هاست حال یا به زیبایی یا به تلخی که تراژدی نام دارد رسالت هنر بر گفتن ناگفتنی هاست و زیبایی ها را نشان دادن حال این زیبایی می تواند در صورتی زیبا و شاد باشد هم می تواند در صورتی تراژدی باشد در تراژدی که ما می بینیم گریه می کنیم مفهوم زیبا نهفته است اینکه مهر مرا به نسبت به آن افراد به جوش می آورد و این زیبایی هنر است گرامیان چرا سرشناسان ما بیشعورند؟ چرا سلبریتی های ما بیشعورند؟ سعی میکنم در دقایق بازمانده و باقی مانده به این بپردازم که اینها چطور سرشناس میشوند و چرا اکثرشان بیشترشان بیشعورند؟ بنابر این که کسانی که هنرمند میشوند حالا به هنر میپردازم به این سبب که مهم مهم هست و هنر را برگزیدم به هنر بپردازم حالا شاید افرادی هم از علم بگویم گرامیان هنرمندی که مسئولیت فردی و اجتماعی ندارد به چند دلیل و به چه دلیل در رفتار و کردار خود بیشعور است بنیاد خطا اینجاست که هنرمند معنای هنر را نمی داند. هنرمند یاد شده معنای هنر و رسالت هنر را نمی داند. و پیش از این که معنای هنر را بداند، معنای انسان را نمیداند و بعد از این دو، معنای اجتماع را نمیداند این سگانه را نمیداند، بنابراین بر حسب اتفاقی مشهور می شود. حال شاید به مواردی بپردازم که چطور اینها سرشناس میشوند وقتی سرشناس میشوند چون نمیدانند چگونه سرشناس شده اند و چون نمیدانند در چه جایی هستند اینان رفتارشان سنجش ندارد کردارشان سنجشگرانه نیست در زمان و مکان گوناگون سخن و رفتار مناسب از خود به ظهور نمیرسانند و ناور این بیشعورند. هنرمندان ما اکثرشان شوربختانه مخصوصا هنرمندانی که در رسانه های اجتماعی نام آوردن مانند تلویزیون و سینما که اگر تلویزیون را عرض کنم تلویزیون به زور تلویزیون رسانه است که به زور افراد را معروف می کند معروفیت تلویزیون دروغی مرسوم است تلویزیون را کسی روشن می کند تمایل به دیدن فلان شخص را ندارد اما تا داخل خانهش رفته است مخصوصا در تلویزیون ایران که سانسور یادم بماند به آن بیشتر بپردازم سانسور سبب معروفیت اشخاص بیمایه و بی شخصیت بی سوادی شده است در ایران چرا که رسانه ها آزاد نیستند مردم گرامی ایرانی تلویزیون را روشن کنند و شبکه های گوناگونی باشد برای خود برگزینند و هر شبکه را و هر برنامه ای را که میخواهند ببینند تلویزیون سانسور است حکومت دیکتاتوری اسلامی حاکم امروز همین امروز آگاهی رسانی و هنر را رسانه را سانسور و حکومتی کرده است بنابراین مردم درمانده ناگزیرن افرادی را بدون اینکه انتخاب کرده باشند بشناسند بدون اینکه بخواهند و تایید کنند سرشناس کنند یعنی در بین مردم سرشناس می شود. تلویزیون به جبر وارد خانه ها شده است و اگر کشور آزادی باشد رسانش آزاد باشد بهتر است انسان می تواند بگوید بهتر است افراد می توانند شبکه های گوناگون باشد انتخاب کنند اما در حکومت کثیف اسلامی این آقای خامنه ای و افراد دوروبرش سگان نگهبانش آزادی بیانی نیست آزادی رسانه ای نیست یک مردم هشتاد میلیونی مجبورند پنشش تا شبکه تلویزیونی که همه اسلامی و حکومتی و برنامه ریزی شده و غیر انسانی هستند را تحمل کنند حال شما نگاه کنید کسانی هم هستند روی این موج خفقان روی این آتش فروزان خانمان سوز نسل و شعور و فرهنگ ایرانی سوار می شوند و معروف می شوند برنامه تولید می کنند تحت عنوان کمدی، برنامه تولید می کنند تحت عنوان گوناگون معروف میشه کسی دیگر نیست مردم ببینن رادیو تلویزیون مانی که در ایران آزاد نیست نگاه کنن ببینن روشنگران چه میگویند و رسانه های روشنگر دیگر بنابراین افرادی خیر اصولی در ایران معروف میشه و اساسا اندازگیری کیفی اگر بشوند هنر خاصی هم ندارند درد را ببینید نامی در می آورند. مانند میخی سوزنی در چشم مردم فرو رفتند از سوی حکومت به زور و به جبر در چشم مردم فرو رفتند از راه تلویزیون ها و سینماها فرقی نمی کنند. حال بیای نگاه کنید مردم با این نوع رفتار می گذرانند عادت می کنند و خو می کنند شناخت پیدا می کنند کسانی هم از بین آنها را میپسندند. به اجبار یا هر چه میپسندند و اینها معروف میشوند. حالا گرامیان از همه گونه هستند. هنرمند هستند، اهل علم هستند، پزشک هستند، نویسنده هستند. نویسنده؟ نویسنده که دوستان نازنین و ارزشمند ما رو همکاران گرامی من را و شما نویسندگان را هر کس این برنامه را میبیند همکاران گرامی من و نویسندگان دیگر ایرانی را با تناب خفه کردن کشتن افرادی مانند مختاری و پوینده بود شاعران معترضی چون حاجی زاده بو با بچهش مگر کم بودند حال در بین همین این قلم به دستان نگاه کنید حکومت قلم به دست را آنکه سخن انسانی میگوید اعدام میکند حکومت اسلامی این است ما را شکنجه و فراری و تبعید می کند کسانی را هم که به چنگش می یا در دست رستر هستند را اعدام می کند این است حال بیایید نگاه کنید در بین جامعه نویسندگان قلم به دستان هم کسانی هستند که به واسطه قلم زنی همسویی و همسو با حکومت نامی درآوردند یا سکوت در زمانه خفقان و ستم سکوت کمتر از ستم نیست خودش جنایت است نامی در آورد و اینها به قول امروزی که میگویند سلبریتی شدند سینماگر کمدین نویسنده شاعر پزشک پزشکش آمده آلمان با تمام منابع خربی و خیر دینی و غیر اسلامی دست کم دانشی کسب کرده پزشک شده در کمال گستاخی و بیشعوری تمام پشت تریبون میگوید سمیناری از چه است نمیدانم. پشت تریبون میگوید ما وسیله ایم شما باید دعا کنید امام رضا نجات بدهد شفا بدهد خدا ائمه ما وسیله ایم دکتر هم خیانت می کند به علمی که گرفته است به منابعی که آموخته است هم دروغ می گوید مانند یک موجود پست و هم در واقع منحرف می کند افکار انسان ها را از حقیقت یعنی غیر مسئولانه خیانت می کند دروخ می گوید هنرمند تلویزیونی نام نمیبریم در کمال گستاخی با یک سردار حکومتی کسی که فرزندان و عزیزان ما را در ایران گرامیانی جوان و نوجوان را در ایران همان دار و دسته در خیابانها به جرم اعتراض گلوله باران کنند بعد هنرمند ما هنرمند نگاه کنید چه نام گرانی بر خود دارند سلبریتی در بیشعوری تمام روی مردمی پا میگذارد که در بین آنها محبوب یا معروفیت دارد گرامیان سرشناس بودن مسئولیت بزرگتری دارد من اگر مسئولیت را فردی و اجتماعی تعریف می کنم که بر هر گونه انسانی وارد است هنرمند سرشناس مسئولیت بزرگتری دارد برای اینکه گاهن الگوی جامعه است گاهن آنچه که سخن بگوید ارزش شنیده و دانسته می شود تربیت آفرین است هنرمند با حکومت است یا در مذهب کثیفی خرخ است فقط هنرمندای امروز رو نگاه نکنیم ما مردمی هستیم کشوری هستیم که بیشعورترین سرشناسان را داریم فاجعه است وضعیت ما فاجعه است همین خواننده های گرامی که انقلاب را ندیدن قبل از انقلاب رفتن خارج از کشورن لس آنجلس هن. چهل سال است بیش از چهل سال است در امریکا زندگی میکنند دریق از اندکی شعور که کسب کنند اکثرشان را میگویم همه را نمیگویم چرا که بینشان با شعور هم هست کسانی که درد مردم را میدانند مسئولیت خود را میدانند به انسانیت خود ارزش میگذارند پا بر حقیقت نمیگذارند سکوت نمی کنند اما شوربختانه اکثرشان بی چه در حیاتشان چهل سال کسی در آزادی رسانه باشد در آزادی نوشتن و قلم باشد آگاه نشود گرامیان هم احمق است هم بیشعور مردم گرامی ما در ایران کتاب های زیراکس خاچاقی را میخوانند آگاه میشوند میخواندیم پول میدادیم کتاب های زیرزمینی چاپ شده را میخریدیم پرینت شده با کیفیت بد اما پر از معنا و مفهوم آموختنی و آموزنده اینها را میخریدیم کسی که چهل سال در آزادی رسانه و کتاب باشد اندکی شعورش درکش نگاه درست به اجتماع را در خود نپروراند این شخص هم احمق است هم بیشعور است و به نظر من انسان نیست انسان باید رشد کند خطابم اول به کسانی است که هنرمندید خارج از کشور هستید در آقاز خودم و بعد به همه آن کسایی که ایرانی هستید خارج از کشور هستید بدانید اگر در این آزادی رسانه چیز دیگر نمیگویم آزادی خواندن کتاب شما که می توانید کتاب بخوانید آزادی مطلق را که نداریم اما آزادی دارید هر کتابی بخواهید بخوانید سانسور نمی شود کتاب سانسور نمی شود در این آزادی قلم و نگارش و کتابخانه اگر شعورتان بالا نرود بدانیم هممان بدانیم که انسان نیستیم چهل سال در لس آنجلس زندگی کرده همچنان وقت مرگش لا اله الا الله میگویند اش را بلند میکنند و هنوز نمیداند هر چه که میکشد این آوارگی پست قربتی که به دوش می کشد و کشید تا مرگ را از همین اسلام دارد از همین اسلام گرفت از جا نماز می من اینها را بیشعور می دانم این عقیده نیست گرامیان عقیده داشتن راستین این است که همان اسلامت را اگر قبول داری ایران بمانی برو کوهی زندگی کن آقای خاننده شما زیبایی ها و آزادی های لس آنجلس رو میخوایی مشروب و شراب و آبجو و ویسکیش رو میخوایی اما جانماز مادرت را هم میخوایی نمیشه و این این شعور نیست این بیشعوری است بی سنجشی در شرایط گوناگون زمانی و مکانی است همان جانماز مادر جناب عالی بچه های ما را در آبان به گلوله بست دیدم دیدم علی ابن ابی طالب یک فرد جنایتکار آدم کش کشته شده حالا جنایتکار بوده خودش آدم کش بوده یک آدم کش دیگر آمد علی را کشت خواننده های لس آنجلسی ما برای علی آواز خوانده اند مولا مولا کردند گرامیان بدانیم اینها بی به گوششان برسانیم اگر زندهاند باید بدانند شعور این است که انسان در زمان و مکان گوناگون بتواند بسنجد رفتار پندار رفتار و کنشهای خودش را بسنجد شما باید بدانی از علی داری صحبت میکنی که زنها را مورد تجاوز قرار میداد به مال و اموال مردم تجاوز میکرد انسان ها رو گردن میزد حالا هم ایرانی هم افراد دیگر را حالا درد خود فقط نگوییم دیگران هم هستند اما خواننده که هنرمندی که شاعری که قلم بزند برای دین بیشعور است یعنی در وصف دین در مده دین بگوید بی شعور است و آن هم کسی که هر روز دارد میبیند همین دین حاکم شده بر جامعه ما خودش را آواره کرده است همون شخص را همون خانده را آواره کرده است همین دین آوارد کرد نادان در مدهش میخواند جانماز و نماز صبح و شب <applause> نگاه کنید خواننده های لس آنجلسی ما چهل سال از دانا نشدند گویی همان بسته ای هستند که فریز شده از ایران وارد آمریکا شدند کتابی نخواندند تلویزیونی ندیدند هیچ چیزی از این مردم نیاموختند مفهوم آزادی را نفهمیدند بازنگری در عقاید نکردند و همچنان همان بیشعور ماندند چهل سال تکان نخوردند گردی از مغز فاسد خود نزدودند اینند نامشان هم گران است و صدایشان هم زیبا است و همه ما با آهنگ های اینها خانشهای های اینها بزرگ شدیم و افرادی هم با اینها دوستی ها کردن دوستی داشتن که از ما بزرگترن البته ترانه نویسی که خلمش را در وصف مذهبی که نمی شناسد به کار ببرد به میشور است یعنی شما فکر میکنید شهریار علی حماید رحمت را سرود نوشت میدانسته آیا علی در جنگ های اسلام بنی قریزه و این موارد چه گردن ها را به ناحق زد شهریار بی شعور بود وقتی اون شعر را نوشت اگر هم تحریک به خواست عموم می شود باز هم شعور است هنرمند هنرمند که نباید تحریک به خواست عموم بشود به خواست عموم تحریک بشود هنرمند باید پیشتاز باشد در روشنگری هنرمند باید آگاه باشد نه اینکه همگان میدانند امروز رسیده ایم که آقا علی ابن ابی طالب یک قاتل جنایتکار بود در کمال بیشعوری شهریار برایش آن شعر را نوشت یک بیشعور هنرمندی که بیشعوری کرد به بخش دیگر زندگیش کاری ندارم من بیشعوریش را امروز یاد کردم شاید در جای دیگر شعرهای زیبایی هم گفته است مناسب انسان مناسب اجتماع اما زمانی که شعر همای رحمت را نوشت شهریار یک انسان بیشعور بود و تا مرد هم از آن حمایت کرد یک عوض نکرد یک بازنگری نکرد بیشور بودند اتار نیشابوری رو که بارها یاد کردم به رزیلتش تسکرت الاولیاء تمام شعور یک انسان تشبیهات زیبای ادبیات فارسی کلمات واژگان اصیل چند هزار ساله را به خدمت بگیری همه را زیر پای جعفر صادق بریزی جعفر صادق کسی که نمی شناسی یک انسان بیفایده سو استفاده گر نجات پرست بیشعور یک شاعر بیشعور بسیار داشته ایم گذشتگان را کنار بگذاریم امروز دست کم بپردازیم به این امروز همین امروز آخر هنرمندی که جایزه اسکار گرفتی تو داری میبینی همین امروز داری میبینی با چشمان با چشمان بستت با چشمان داریم میبینیم مملکت ایران سرزمین ایران نان را به چهل برابر پنجاه برابر دارد میخرد مردم به صد برابر نان را میخرد تو همچنان از این حکومت دفاع میکنی حامی یک نظامی آدمکش کشه بی شخصیتی که سگ در رنده دست خامنه ای بود همین سلیمانی یک سگ در رنده بود سگ بود سگ را در زیرزمینی های تاریک دست آموز می کنند به آنها نان کم می دهند آب کم می دهند غذا کم می دهند که اگر در تاریکی بماند انسانی آن آنها را نبیند وقتی که شبها میخواهند نگهبانی بدهد سگ را آزاد میکنند اگر انسانی از آن جا گذر کند پاره پارش کند انسان ندیده که هنرمند مملکت نام هنرمند دارد <applause> خود را هنرمند میداند درد مردم را نمیبیند کشته شدن جوانهای مردم را نمی بیند از فلسطین حرف می زار. خب فلسطین هم بگوییم انسانی است اخلاقی است بله باید گفت هر کجا انسانی به ناحق کشته می شود وظیفه انسانی داریم بگوی اما گرامیان چشم انسان شاید شاید تقریبا ارز کنم هزار متر به درستی ببیند گوش انسان شاید شاید تقریبی ارز کنم 500 متر را به درستی بشنود و به وضوح بنابراین شمایی که منی که در جامعه زندگی میکنم اگر روشن فکرم روشنگرم انسانم میخوام حرف بزنم باید دقت عمل داشته باشم دیگر دقت عمل من کجاست جایی که نزدیکم باشد چشم من هزار متر می بینه تو چشمت نمی بینه تو خیابون جوون های ما را دارن حکومتیان میکشن گوشت نمیشنه شنود دردها و ناله های فقر و نداری مردم رو بی ادالتی مردم رو پارتی بازی و اختلاس هایی که به ناحق دزدی دزدی هایی که از اموال مردم می شود نمی بینی. گوشتت. گوشت نمیشنود. آنها را نمی وی که نزدیک است گوشت ناحقی هایی در هزاران کیلومتر آنورتر میشنود. معلوم است دروخ می گوی. انسان هم نیستی انسان دوست هم نیستی پس تو کسیفی سلبریتی های ما بیشعورند 90 درصدشون اغلب غالبا بیشعورند برای اینکه هنر خود را نفهمیدند مسئولیت اجتماعی را نمی دانند و در واقع اینان کسانی هستند که به ناحق و غیر طبیعی سلبریتی شدند سرشناس شدند غیر طبیعی در سایه خفقان و سانسور اینها نامی در آوردند با حمایت از حکومت ظالم سرشناس شدند یک رهبر دیکتاتور آن بالا نشسته مردم را می درد هر چه که بر مردم می رود بیشتر بیشتر خوی حیوانیش بیشتر از بروز می کند درک و شعوری ندارد که درک شعور جنایتکار است رهبری که مردم را به این روز انداخته جنایتکار است هنرمند هم از او حمایت می کند و سلبریتی است سرشناس شده در جشواره های خارجی جایزه میبرند نام امام زمان را میآورند حالا یا در ایران یا خارج از کشور فرقی نمی کند جشواره ای جایزه ای برده آمده میگوید دارم از امام زمان دارم بیشعور است چیز دیگری نیست بیشعور است نمیداند همین جمله ای که میگوید چقدر فشار را بر مردم بینوا بیشتر میکند با همین یک جمله نمیداند ابزار اهرم فشار را به دست حکومت میدهد با همین یک جمله باید از بی ها دیگر چنان خفقان سایه انداخته بر سرزمین ایران که باید از بی ها گذشت با آن کثیف ها و نادرست پرداخت که حامی آشکارای حکومتن با سرشناسی مردم سرکوب شده یه سانسور شده یه آسیب دیده یه مظلوم با آن سرشناسی میآیند خارج جایزه می گیرند با آن سرشناسی و در همین خارج از کشور چنان صحبت می کنند که ایران هیچ مشکلی ندارد حمایت از حکومت می کنند خیانت به دنبال کننده های خود خیانت به انسانیت در آغاز خیانت به فردیت خود انسانیت خود خیانت به اخلاق و پس از آن خیانت به اجتماع و در سومین حالت خیانت می کنند به هنر خود و دنبال کننده های خود اگر هنرمندید قلمی به دست دارید سینماگرید تلویزیونی هرچه نامی در آورده اید شاعرید نویسنده اید باید بدانید که نسبت به این جامعه مسئولید هر نفر که به دنبال کننده شما افزوده می شود باید بر استحکام استقلال بیان و انسانیت شما و مسئولیت شما هم افزوده شود نان خود را دارند نان خود را دارند همین سینماگرها آسیب شناسی هم نگاه کوتاهی بکنم گرام من در فضای سینما ایران کار کردم تجربه مستقیم و عینی دارم دو قشر در ایران بی سواد ترین قشت های جامعه هستند جدا از انسان های ستم و کارگری که موقعیت آموختن نداشتند یعنی ریشم مشکل از خودشان هم هست چنین نیست که بگوییم کسی که درس نمیخواند تحصیلات ندارد فقط شرایط و محیط مقصر است نه خودشان هم مقصر بودند اما از آنها که بگذری مشغول کاری هستند کارهای سنگین دو قشر در جامعه ما بی سوادترین گروه های اجتماعی هستند یکم ورزشکاران دوم سینماگران بارها عرض کردم این فوتبالیستا به ناگهانی ناگهانی نامی در می آورن. پول هم که دارد فوتبال است دیگر بسیار بسیار درآمد دارد فوتبالیستا بی سواد ترین گروه اجتماعی یعنی ورزشکارها بگوییم نه فقط فوتبالیست ورزشکاران ورزشکاران ایرانی تمام ورزش را بشمارید شاید شطرنج را فاکتور بگیرم برای اینکه با اندیشه مستقیم سر و کار دارد اما تمام ورزشکاران کلا جامعه ورزشی ایران بی سواد ترین گروه اجتماعی ایران است و پس از ورزشکاران سینماگران همین بازیگر و کارگردان و سینماگران و بازیگران تلویزیونی بی سوادترین قشر جامعه بعد از ورزشکاران هستند در ایران بینشان بودم تحصیلات که ندارن دنبال تحصیلات نیستند الگوی انتخاب در سینما ایران زیبایی برای دختران است و همان فوتوجنیک بودن برای مرد و زن و کسی که با معیار زیبایی انتخاب می شود از او چه انتظاری می شود داشت شعور درک سیاسی درک هنری درک اجتماعی خانش کتاب دانش معرفت فرهنگی نخیر نمیشود. شود بنابراین سینماگران بازیگران مجموعه سینماگر و تلویزیونی فرقی نمی کن. همه با هم بیشعورترین و بیسوادترین قشر جامعه ایرانی بعد از ورزشکاران هستند. در حالی که این دو ارتباط مستقیم به فرهنگ دارند ورزش سلامت تندرستی جامعه است و مهم هم هستند سینما هم که بستر ادبیات دارد در نمایشنامه و اش، بستر هنر نمایشی و اجرایی دارد در سینما و اجرا بازی و تولیدش واقعا جای تاسف دارد گرامیان این افراد به واسطه دیده شدن های اجباری و تحمیلی بر مردم نامی در آوردن. سال به سال و در تمام عمرشان کتابی نمی همین سینماگران چه کارگردانش چه بازیگرش و چه افراد دیگر گروه تولید مقداری اندکی بهترند گروه کارگردانی و تولید اما بازیگر که اندازگیری کیفی بشود سطح شعور و دانشش همه را باید به طویله فرستاد یعنی 90 درصد ده درصد را میگذارم برای با شعورهایی که در هر گروه اجتماعی هستند از جمله سینما هم وجود دارن افرادی که با شعورن اهل کتابن اهل دانشن دنبال معروفیت های دروخین هم نیستن هنر خود را میشناسن مسئولیت اجتماعی دارن دیده ایم از حقوق مردم هم دفاع کردند. برده حکومت ظالم نشدند اون ده درصد را میگذارم برای شما گرامیانی که در فضای هنر و سینما ایران هستید هنرمند هستید و اهل کتاب و دانش و فهم و وجدان و انسانیت هستید آن ده درصد را برای احترام به احتمال وجودی شما میگذارم اما 90 درصد سینماگران ما بیشعورند در موقعیتی زندگی می که کلام و سخن گفتن مگر, مگر آسان است در این شرایط وضعیت به جایی رسیده که مردم نان خالی ندارن بخورن هر روز در خیابان ها آدم میکشند هر کسی به خاطر بیان اعدام می شود در ایران بعد شما هنرمندید سلبریتی هستید فالوور دارید دنبال کننده دارید در فضاهای مانند اینستاگرام و توییتر و توییتی در حمایت از مردم نمیزنید. فقط می توانم بگویم برای استعداد انسانی شما متاسفم سلبریتی های بیشعور چان هایی که در لس آنجلس زندگی می کنید در اروپا زندگی می کنید نامی در آورده اید اما هنوز هم به آهنهای ذریه مذهبی آویزانید کمی دانش کسب کنید کمی کتاب بخوانید کمی اطلاعات کسب کنید ببینید این خدا و پیغمبر دین چه بودند کمی بفهمید کمی بخواهید بفهمید از خواب بیدار شوید نام دارید مسئولیت دارید شما مهم هستید در نگاه مردم گرامی هستید از شما انتظار می رود بنابراین خود را به روز رسانی کنید در رابطه با خدا و دین و امام و خرافات مذهبی بازنگری کنید خود را به روز رسانی کنید چه در خارج از کشور هستید چه هنرمندانی که داخل ایران هستید ببینید هر چه می کشیم از همین اسلام و حکومت اسلامی است امیدوارم آنانی که شعورشان خوابیده است بکوشند شعور خود را بیدار کنند و ما هم بکوشیم همه بکوشیم با هم با شعور باشیم یعنی در شرایط مکانی و زمانی گوناگون سنجیده و با سنجش سخن بگوییم همان هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد رو دست کم بفهمیم امروز در وضعیتی نیستیم که از حکومت کسی حمایت کند این حکومت چیزی برای مردم نگذاشته است سکوت هم حمایت است سکوت هم حمایت است با آرزوی گسترش خرد یعنی باید با هم بکوشیم خرد را گسترش دهیم با این هدف همه شما گرامیان رو تا درودی دیگر به درود میگویم